سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. با یکی دیگه از برنامه های کلید واژه در خدمت شما هستیم. تقریبا 10 روز پیش بود که پلیس آلبانی در یک حمله به مقر کمپ اشرف 3 در آلبانی موجب شد که تعدادی زیادی بازداشت بشن، افراد زیادی زخمی بشن و یک نفر هم کشته بشه. این خبر زمانی بیرون آمد که تقریبا شوکه کننده بود، علی رغم اینکه ما دیروز هم دوباره خبر اومد که پلیس آلبانی بار دیگه به این کمپ هجوم برده و اونجا دنبال یه سری از سرورها و اطلاعاتی از اتاقهای این سازمان هست. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که در این رابطه صحبت کنیم. روایت‌های زیادی در این رابطه بازگو شده، اما ما میخوایم بررسی کنیم از جهات مختلف این اتفاقات این 10 روزه رو. پرسش ها بسیاره، بنابراین بدون فوت وقت به سراغ مهمانان گرامی این برنامه میریم. جناب آقای مسعود خدابنده، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و سرتیم محافظت از مسعود رجبی، و جناب آقای سعید سلطانپور روزنامه نگار. من خوش آمد میگم به هر دوی شما و اجازه میخوام که با آقای خدابنده آغاز کنم. جناب خدابنده، چه اتفاقی افتاده از 10 روز گذشته و اون یورش ابتدایی پلیس آلبانی، و اصلا اصولا میخوام بدونم هدف آلبانی چه بود از این کار؟ با اجازه آقای سلطانپور. سلام علیکم. اگه اجازه بدید من یه کمی برم عقب‌تر، چون این به تنهایی قابل صحبت نیست، یعنی در چارچوب حالا روابط بیشتر گسترده‌تر ایران، آمریکا، اروپا جام بگیره. به خصوص که آلبانی خودش جای بزرگی نیست و همیشه هم مهمانداریش به نیابت از آمریکا بوده. اگه این اخبار رو دنبال کرده باشید میبینید که الان به نقطه رسیده این برجام که باز سر رسیده تعطیل شدن بخش دوم بشه، یعنی به چی بهش میگم، غروب آفتاب یا همون سانست پروویژنی که سررسیدش الان اکتبر 23 هست، یه سری از تحریم ها خود به خود مثل غروب آفتاب تعطیل میشه و دیگه نیاز به صحبت نداره. دفعه قبل 5 ساله، موقت 5 سالش که بود، آمریکا خیلی سعی کرد که یه اجماع ایجاد بکنه در سازمان ملل که این رو تمدید بکنه، که نتونست و ایران یه سری از تحریم هاش لغو شد. این بار با توجه به مسئله روسیه و چین که دیگه دنبالش هم نمیتونه بره، چون امکانش رو نداره که این رو برگردونه، بنابراین یه سری مذاکراتی شروع شده بل اجبار، که خب خوبم هست. مذاکراتی که تا اونجایی که بیرون اومده، از یک طرف غنی‌سازی بالای 60% رو متوقف کنن، از اون طرف هم پولای ایران در عراق و یا در کره یه مقدار آزاد بشه، چون ایران به این نیاز داره، اونم به اون نیاز داره. توی این وسط خب یه سری مخالفن، حالا داخل ایران رو بذاریم کنار، در آمریکا یه سری مخالفن، یعنی حتی در اسرائیل مثلا یه سری از این موارد اومد و لو داده شد از طریق اسرائیل، که آمریکایی‌ها صداشون در اومد که چرا اینا لو داده، میخوان که این انجام نشه یا کمتر انجام بشه. حتی نتانیاهو میگه من موافقم ولی کمتر بهشون چیز بدید، این همه پول نگیرن، نصفشو بگیرن. آقای رابرت مالی نماینده آمریکا که در مذاکرات بود الان کنار گذاشته شده به خاطر همین مسائل و درگیری های دیگه. حالا بریم تو آلبانی. توی آلبانی اگر که یادتون باشه، وقتی مجاهدین رفتن به آلبانی یک قراردادی بسته شد که خانم کلینتون پیش قدمش بود، خانم جین لوس رو از طرف سازمان ملل انتخاب کردن، یه 10 میلیون بهشون داد که کار عراق رو را بندازه، یه 10 میلیون به رئیس جمهور وقت آلبانی داد، آقای پریشا. این آقای پریشا اون موقع خب اینا رو تحویل گرفت، بعدن این آقای پریشا رفت خودش زیر ضرب، به صورتی که
ممنوع الورود شد توی آمریکا به خاطر پولشویی و کارهای اقتصادی و اینها و کنار گذاشته شد، رفت گروه مخالف تشکیل داد. چند وقت پیش این آقا شهرداری ها رو می‌خواستن، انتخابات شهرداری بود، خیلی رأی نیاورد، دوباره اخیراً چهره عوض کرده، یه دفعه رفته طرف ترامپ. یعنی آلبانی الان دعوای آمریکا به داخل آلبانی هم کشیده. توی اینها خب سازمان مجاهدینی هم هست. این سازمان مجاهدینی است که با قراردادی که من اون موقع اونجا آمریکا که قرارداد می‌بستن در عراق بودم و قرارداد رو دیدم. قرارداد بیرونی نشد ولی ما که دیدیم، هم مجاهدین امضا کردن، هم آمریکا امضا کرد، هم آلبانی امضا کرد که اینها میان، اصلا توش قید شده که اینا میان در آلبانی منفک میشن، زهرکشی میشن و وارد جوامع میشن در کشورهای مختلف. یه 10 میلیونی هم در خود سفارت آمریکا در تیرنا موند که قرار بود خرج این بشه که متوقف شد. الان بعدا دیگه کم کم تقسیم میکردن جای دیگه. ترامپ که اومد دستگاه رو عوض کرد، یعنی اومد نه تنها اینا رو تفکیک نکرد، رفت یه قرارگاه هم براشون درست کرد. حالا ترامپ منظورم دستگاه نو محافظه کارهایی بودش که اونجوری میخواستن حرکت بکنن. یعنی این سبقه مخالفت دموکرات ها، نمیتونم بگم مخالفت، میخوام منظور منفک کردنشون نیست، دو ندادن بهشون، یه مقدار قدیم تر از این حرف هست. حالا میرسیم به الان. ببینید مجاهدین الان هم رفتن طرف نو محافظه کار، اگه دقت بکنید اساسا کسانی که با اینها در ارتباط هستن یا لابی اسرائیل یا نو محافظه کاران که باز میشه لابی اسرائیل، اینها هستن که باشون بده بستون دارن. و حتی اگه یادتون باشه در یک زمانی این آقای ویدل کوادراس اسپانیایی واسطه شد و مجاهدین یه پولشویی عظیمی کردن برای حزب وکس راستگرای اسپانیا که مدارکش بیرون اومد و اصلا یکی از دلایلی که اروپا اینها رو بیرون کرد و مریم رجوی رو بیرون کرد همین بود. یعنی از طرف نو محافظه کارا پولشویی کردن برای دخالت در اتحادیه اروپا، یعنی جایگاهشون رو مشخص کرده بودن. الان هم جایگاهشون مشخصه، یعنی اینها با توجه به اینکه دولت آمریکا بهشون دو نمیده، نه که مخالف با ایران نیست، به اینها دو نمیده و به فرسمون سلطنت طلب ها و به افراد دیگه که الان میبینید فعال هستن اجازه فعالیت میده که بگم میان واشنگتن لندن اینا، اینها خودشون دارن بچسبونن به نو محافظه کار. یعنی یه منفعتی الان برای آمریکای حاکم، دموکراتای حاکم به جمع سور کردن اینها هست. این دلیل برای این نیست که بگم این روی میز مذاکره با ایران نرفته باشه، خدا کنه که چیزی به جاش نرده باشن، چون این ارزشی که نداشته که بگم مثلا ایران چیزی بده و بعیدم از بده، چون اونا میدونن بالاخره در این بده بستون بزرگ قیمت مجاهدین چیزی نیست که بخواد این کارو. ولی خود برداشتم از صحبت شما این بود که با توجه به مذاکراتی که توی عمان داره برگزار میشه، اینها به هر حال ایرانی ها، ایران تاثیرگذار بوده توی این اقدام. ایران در این حد تاثیرگذار بوده که یکی از مخالفت ها رو کم کنن. یعنی ببینید مثلا آقای مالی رو هم از کار برکنار کرده، روابط با اسرائیل رو در مورد مذاکره قطع کردن بخواد اینکه به اسرائیل لو میدادن. توی آژانس میخواستن که بریزن سر ایران، آمریکا اینا مجموعه کارهایی که میخواد برنامه پیش بره. یعنی ایران نیومده، خدا کنه که اینجوری باشه، که نیومده بگه آقا مجاهدین هم یه برگه به ما بدین، نیازی نیست. ولی آمریکا میخواد مخالفت های با مذاکره رو، که مذاکره هم که نیست، مذاکره بسته برجام نیست، مذاکره کوچیکی است که میگه آقا ما یه مقدار از پول ها رو بلوکه شده رو میدیم، شما هم 60% به بالا دیگه متوقف کنید.
ربطی به برجام بخش کوچکترش تبادل زندانیان و تبادل زندانی هست. حالا طرف مقابل چی کار میکنه؟ طرف مقابل من بعید نمیدونم که الان باز یه نفر رو نگیرم میگه میخواست بوم بذاره تو پاریس. طرف مقابل چی کار میکنه؟ میخواد اینا رو از این ببینید شهردار بروکسل الان تحت فشاره که چرا ویزا دادی به شهردار تهران. این بحثش ویزا دادن که نیستش، بحث شهرداری هم نیست، فشاره که به هم بریزن این رابطه رو از بین ببرن. خیلی هستن توی آمریکا میخوان از بین بره، حالا توی ایران هم حتما هست که نمیخوان این انجام بشه. هر کسی توی این قضیه میخواد این کار رو انجام بده. کسایی که میخوان انجام بشه خب میخوان جلوی اینا رو بگیرن. یکی از کسایی که باید جلوش گرفته بشه همین سازمان مجاهدینه، چون سابقه داره، هم پولشویی میکنه، هم خطو چیز درست میکنه، هم هک میکنه، هم میره توی سیستم هایی وارد میشه که اگه یادتون باشه با فیصل ترکی دستگاه هایی که بیان دستگاه رو به هم بریزن. هر وقت فرض کنید موقع ظریف بود میومد پاریس، در پاریس باید یه جایی یه بمب منفجر میشد، بعد مجاهدین میگفتن میخواستن ما رو بکشن مثلا. این جلوگیری از رجوی و دستگاهش، جمع و جور کردنش از نظر من اینه، یعنی راه حلی است که یه مقدار وضعیت رو برای مذاکره همین حد کوچیکی هم که هست مهیا بکنن. والا سازمان حالا این وسط کسای مختلف هم دیگه حرف خودشون رو میزنن، یعنی ایران میگه بهم ما کردیم، هم نمیدونم اون میگه ما نکرد، اروپا میاد تشویق میکنه، اینا میاد. ولی این و ایزن اون برنامه که میخواستن در پاریس بذارن گذاشته نشد در ویلپن، خب اینها آماده سازی و کم کردن شعله تنشه که بشه صحبت کرد و به نتیجه رسید. نظر من. ممنونم. حالا آیه سلطانپور، ما تحلیل شما را میشنویم در این زمینه. آیه خداونده، خب صحبتش این بود که مذاکراتی که داره انجام میشه میان ایران و آمریکا تاثیر گذاشته روی مسئله. من سلام عرض کنم خدمت شما آقا مسعود و همچنین بینندگانتون. خدمت رو عرض کنم قبل از هر چیز رو خدمت رو عرض کنم که حداقل این اطلاع، این چیزی که من میگم یا فکر کنم همه دوستان میگن، این اطلاعاتیه که ماها اطلاعات در حد خبرگزاری هست، واقعا اطلاعاتون که منابع امنیتی که کشور اصولا امنیتی، بیشترشون امنیتی عمل میکنن، از فرانسه گرفته تا ایران گرفته تا اسرائیل، و بنابراین خیلی اینکه واقعا پشت پرده ها چیه نیست، فقط بس اینی که ما داریم میگیم این نظری است که از خبرگزاری آدم میاد و این خود تحلیل میکنه و میده، یعنی دقیقا یک بخشی از یک نگاهی به جریانات که میگذره، بنابراین بقیه خود مخاطب ها واسی واقعا تصمیش رو میگرن. ببینید این بحثایی که آقا مسعود کرد دقیقا فکر میکنم یک نگاه از یک زاویه هستش که خب حتما هم هست، ولی من بیشتر این مسئله رو چرخش چیز ببینم. من فکر میکنم که اسرائیلی ها دارن یک گوشمالی میدن به مجاهدین، مخصوصا با سفر رضا پهلوی که واقعا اصلا هیچ چی نیست، خود اسرائیل بهتر از همه میدونن، اندیشکده‌هاش رو میدونن که هیچ نفوذ عملی نداره، آدم تشکیلاتی نیست و این برشی تو ایران نداره از داره کار بتونه سر و سامان بده تو تظاهرات یا بتونه حکومتی رو اداره بکنه. خب به همین دلیل یک گوشمالی بودش که به مجاهدین دادن که ببین پسر خوب، اگه قراره که حمایت ما رو داشته باشی و همه تو چیز جهانی داری تو میری جلو، تو غرب حمایتت میکنن، خب لابی همونجوری که خواستم گفت لابی اسرائیلی که خیلی قویه دیگه و خیلی این کار رو انجام میده دیگه. بنابراین چون ببینید یکی از مشکلات بزرگی که توی این اتفاقات افتاد، تو جریان جنبش اخیر افتاد، این بودش که بعد از هفته دوم بودش که یهو شروع کردن به مجاهدین فکر کردن که چه داره رژیم میره و رضا پهلوی داره سلطنت میکنه، با تاج پادشاهی دارن میذارن رو سرش، اینا شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو علم کردن تو سای خارجشون و داخل کشور، و به همین دلیل عملا دعوای داخلی رو هم، یعنی همون چیزی که جمهوری اسلامی رو میخواست، خب پیش آوردن، یعنی دوتا جریانات به سرعت از همدیگه جدا شدن و الان میبینیم که وقتی مجاهدین رو بهشون حمله کردن
بیش از همه سلطنت طلبا خوشحال شدن. خانم همسر رضا پهلوی هم خب دیدیم که موضع‌گیری کرد. بنابراین من فکر میکنم که اسرائیل رو سفر اکتبر 2022 بود که همین آقای ادی راما رفت اسرائیل. رفت اسرائیل 3 روز هم اونجا بودش و در رابطه با حملات سایبری ایران که تأسیساتشون رو فلج کرده بود و با اون از اونا کمک خواست. در حال بحثی نیستش که از این برم خب مجاهدین هم میدونن دیگه وقتی شما توی کشور خارجی هستی و سایبری عمل میکنی نقض قوانین بین‌المللی میشکنی، اونها هم از طریق زیر فشارن، بنابراین مجبورن که به این بهانه وارد بشن. به اضافه اینکه نکته دیگر هم بگم اینه که همه رو تو بازی کانتکست به اصطلاح رهبرسازی جریانات اخیر ایران، چون حتی برجام هم میدونید که همه موافقن، نتانیاهو گفتش که برای ما فرقی نمیکنه چه هر توافقی بکنین برای ما بده، با خودمون عمل میکنیم. حتی از این حرفا زیاد میزنه نتانیاهو، نه توانش رو داره نه توان سیاسیش رو داره الان، چون واقعا 26 هفته است که درون اسرائیل نیروهای سکورال، نیروهایی که غیر افراطیان به شدت تظاهرات میکنن و خب مشکل دارن، بنابراین خالی زیاد میبنده. مثل همین جریانی که اعلام کردن یکی رو هم یکی رو گرفتیمش تو ایران قرار بوده تو قبرس نمیدونم ترور بکنن، داستان خالی بندی. دقیقاً پارسال هم همین موقعی همچین مسئله رو مطرح کردن با همین، چون میدونی که امنیتی ها نمیان مطالبی رو بگن، چون اصلا مسئله شونی که اصلا اصل امنیتی اینه که آقا هیچ کس نباید بدون چه خبر بشه، چون اگه مشخص میشه چیکار کردی رد طرفو در میادن، خطشون لو میره، وقتی خط لو رفت تمام اون زمینه ها دوباره باید تشکیلاتشون بازسازی شه بتونن برنامه ریزی کنن برای کارا و همه جای دنیا. بنابراین دو تا مسئله هم بگم تا سوال بعدیتون بپردازین. یه نکته ای که بود اینه که برخلاف اون که ادعا میکنند نه جمهوری اسلامی خبری داشته از اینکه اینا حمله میکنن، چون خبرگزاری نزدیک به حکومت مثل فارس یا تنسیم حداقل تا 14 ساعت بعدش هیچ خبری رو منتشر نکرده بودن. خود مجاهدین هم یک دونه بعد از عصرش بود باید خیلی خیلی ملو خیلی ملایم گفتن پلیس اومده اینجا و یعنی اصلا عبارت بعدی به کار نبرده بودن، خیلی ملایم. مثلا مسعود رجبی که اصلا حرف نزد، مریم رجبی هم حرف نزد، شورای مقاومت هم بعد از 2 روز یه موضع‌گیری کرد که گفت پلیس بی ادب بوده و اینا خوشبینات کردن تیربار آوردن باعث درگیری ها اونا شدن. بنابراین چیزی که هست اتفاقیه که برخلاف اون که برخی تو ایران میگن نمیدونم قراره اینا رو تحویلشون بدن یا دست حکومت ایران بوده، بعید میدونم، چون جمهوری اسلامی یک پارچه نیستش و نمیتونه برای اینکه بتونی شما یک جریان رو مثل مجاهدین رو که تو سطح جهانی ارتباطات خیلی قوی در حال صهیونیستی دارن رو بخوای شما مسئلهش رو حل و فصل بکنه، نیاز به یک همه جناحات با هم دیگه باشن که خب تو ایران هم به اضافه که تازه هنوز بهش تازه تم به اصطلاح سرکوب شده که کس خورده و حتی خود جناح ها با هم دیگه مشکل دارن و بعید میدونم، یعنی امنیتی ایران هم ممکنه تواناییش رو داشته باشن ولی بدون حمایت تمام جناحین نمیتونن همچی کاری رو انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که اینو تو معادله اسرائیل و مجاهدین باید بذارتون باشه. مجاهدین رابطه خیلی خوبی با اسرائیل دارن و امنیتی ایران سالها پیش بعد از فروغ جاویدان پیش بینی میکردن که مجاهدین یا برن افغانستان اون موقع یا برن اسرائیل، ولی مثلا اینا هیچ وقت به اسرائیل نزدیک رسمی نشدن، یعنی هنوز شما اینجا نمیدی که اینا مثلا با همدیگه به قول ما جیک تو کیک تیکن، ولی هیچ وقت نمیان و اسرائیل نیاز داره که یکی تو این شرایط در کنارشون وایسه دیگه که بگه، به خاطر همین هم رضا پهلوی رو بردنشون تو آبدارخونه ازش هم پذیرایی کردن که بالاخره بیاد اینجا کنار اسرائیل وایسه و یه سری از این ضربه ها رو کم بکنه دیگه، ولی خودشون هم میدونن هر کی توی خاورمیانه به اسرائیل نزدیک شه میسوزه، توی منطقه از نظر مردم میسوزه، به همین دلیل هم باید توی این چارتوان. اما آقای سلطانپور یه چیزی، حالا اون شما درست فهمیدید بعد از اون اتفاقی که افتاد توی آلبانی و اون پلیس حمله که کرد،
هنوز که هنوزی، یعنی مریم رجوی هیچ چیزی نگفته، سکوت کرده، ولی ساعتی بعد از اون حمله، اون بیانیه وزارت خارجه آمریکا در نوع خودش خیلی قابل توجه، اینکه گفته بود که آمریکا مجاهدین رو یک به قول معروف معتبر نمیدونه، اصلا نماینده مردم نمیدونه مجاهدین رو، و از این گروه هم حمایت نمیکنه. اینو ما داریم درباره کشور و دولتی صحبت میکنیم، کشوری مثل آمریکا که سال 2010 این گروه از لیست تروریستی در آورد، در سال 2013 یعنی یک جوری آمریکا آلبانی رو مجاب کرد که بتونن اونجا اعضای مجاهدین در اونجا بتونن در خاک آلبانی زندگی کنن. اینو میخواستم، حالا شما به نقش اسرائیل هم اشاره کردی، آیا خداوند اسرائیل آیا نقش داشته در این رابطه؟ من راستش اسرائیل و آمریکا رو خیلی سوا نمیکنم، یعنی در حال به خصوص وقتی به اینجور مسائل برمیگرده خود سیاست مدارانشون هم ابایی ندارن که بگن ما با هم هماهنگ میکنیم. یعنی اگه یه جایی باشه اسرائیل منافعش ایجاب نکنه، معمولا آمریکا اقدام نمیکنه. حالا برعکسش به ندرت اتفاق افتاده چون اسرائیل کوچیکتره، ولی معمولا اینجوریه. ولی یک نکته که شما گفتید که آقای سلطان‌پور هم گفتن، مسئله رضا پهلوی، حالا یا مشابهش، یعنی به یک نقطه رسیدیم که الان تقریبا میشه گفتش که امریکا حتی اگر که دولتش هم عوض بشه دیگه مجاهدین رو به عنوان ابزار نمیخواد، به عنوان ابزاری که ما حساب میکردیم روش. حالا ابزار ممکنه کار دیگه بکنه، پولشویی بکنه، کار اطلاعات، اون بحث دیگه ایه. همینجا صبر کنیم، چی میخوان دقیقا؟ مجاهدین رو میخوان ازش، یعنی کامل مجاهدین دیگه نباشه یا فقط باشه به عنوان حالا کجدار مریض باش تا کنن؟ دیروز هم فرانسه بهشون مجوز گردهمایی سالانه‌شون دوباره داده، همینجوری باشه فقط برای اینکه بود باشن تا زمانی که حالا بمیرن اعضای به قول معروف و تموم بشن، تا کجا میخوام پیش برن؟ من یادم حرفی که شما میزنین توی بغداد نماینده پارلمان اروپا اونجا بود و معاون خانم اشتون، بعد گفتش که عصبانی شد، گفتش اینو نمیرن فلان، گفت به جهنم دیگه، راه حل دوم. گفتم راه حل دوم یعنی چی؟ همچنین میمونم میمیرم بالاخره یه روز دیگه، را که همه تو زنده نمیمونم تا آخر دنیا. ولی واقعیتش اینست که توی سیستم، تو هر سیستم به خصوص غربی کپیتالیستی سرمایه داری، شما هیچ رو دور که نمیندازی. ما الان توی لندن انواع و اقسام آدمایی رو داریم که ستان خب هستن. حالا ببینید، ولی خرج و دخلش مهمه، یعنی باید بذاریش تو اون قفسه ای که باید باشه. من با خب آقای معتدی رابطه دارم، هر از کاری میرم بیام مشکلات سیاسیش به کنار. ببین ایشون و گروه کمله وقتی که لازم نبود به طور 8 سال رفتن نشستن هیچ کاری نکردن. حالا این لازم بود اطلاعیه بدن، لازم که شد خب بیا حالا برد کلاشت و بردار برو این کارو بکن. مجاهدین نمی کنن، مجاهدین نمیرن تو اون قفسه ای که باید بشینن، خب باید گذاشتشون اونجا به زور و میذارن. الان مجاهدینی که الان دارن میذارن تو اون قفسه با مجاهدین زمان صدام فرق میکنه، مصرفش هم چیز دیگه است. اونا که تو آلمانی هم که مصرف ندارن. حالا اینی که من میگم الان تحلیل خودمه، یعنی خیلی چیز نیستم، پافشاری روش نمی کنم. ببینید همین ورود به اشرف همزمان بود با خروج مریم رجوی. مریم رجوی ممنوع ورود بود به آمریکا، به اروپا. آمریکا که هیچ وقت راش ندید. این برگشتن به اروپا من یاد دفعات قبلش افتاد. ببین هر وقت که ریختن این مجاهدین رو بزنن در رو داغون کنن، خانم رجوی غیبش شده نیست. همون موقع که اومد از فرانسه اومد لندن 3 برنامه بذاره که با چیز که برگشت رسیدنش دوباره عراق، دوباره همون موقعی بودش که میخواستن بریزن مجاهدین بگیرن، وقتی گرفتنشون برای فرستادنشون آفریقا، وقتی حتی تو خود ایران از روز اول شما نگاه بکن، اینا نمیشه که همینجوری اتفاق افتاده باشه.
خانم رجبی چجوری باز پاش باز شد به اروپا؟ الا اینکه گفته آقا من از خارج کنیم هر غلطی میخوایم بکنیم اونجا. من که کتم نمیره که این نمیدونسته میخوام برن به ایران نمیدونست. حتی آمریکا هم شاید خیلی قسمتش نمیدونستن، حتما نو مواخذه کارا نمیدونستن، جلوش میگرفتن. ولی شخص مریم رجوی چطور شد درست سه روز قبل از این تلفظ آوردنش پاریس، این توی قفسه گذاشتن؟ یعنی ببین اون قسمتی که توی آلبانی هست خیلی به درد نمیخوره، این هنوز نگرش داریم. کجا نگرش داریم؟ میدونیم توی یکی قفسه گذاشتنش تو آرشیو فرانسه. حالا بگرد اینجا این کارها رو بکن، مطابق حرف قبول نمیکنه، معمولا به زور باید به خوردش بدن. خاصیت مجاهدین اینه دیگه، خاصیت مجاهدین شکافزی. یه چیزی میگن، من به قصد ایران نمیگم، منافق میگن. یعنی همین ببین، اینا از روز اول پا گذاشتن به سیاست، همین کار کردن تا الان. یعنی همیشه پاچه صاحبشون رو گرفتن. چون یه بار نگاه کنید، نگه اون موقع که مثل سگ از صدام میترسیدن، میرفتن کلاهبرداری میکردن ازش، واقعا مثل سگ صدام میترسیدن، ولی باز حاضر نمیشن کلاهبرداری نکنن. لیست مثلا 1000 نفر رو 2000 نفر رو میدادن که پول بیشتر بگیر. توی فرانسه که اومدن هم اینجور، توی ایران که خب همون کار بلایی که سر مردم آوردن. اومدن آلمانی هم الان همینه، دستگاه شکافزی که حرف گوش نمیکنه. ما بعضی ما میخواستم اینو مقایسه بکنیم با واگنر روسیه، میبینم بابا عمره سر زحمت به اونا، یه عقل چیزی توشون هست. یه نکته ای آقای سلطانپور اشاره کردن در رابطه با آمریکا که من باز با همین میام. یعنی ببین الان دستگاه آمریکا مخالفین ایرانی رو که میخواد، مجاهدین تو اون جعبه دیگه جا نمیگیره، نمیشه. آقای پهلوی جا میگیره. آقای پهلوی آدم که نکشته، رفته اسرائیل، بعدم رو رفته، خدا پدرت بیام برد. اقلا الان مجاهدین از زمانی که از ایران خارج شدن رابطه با اسرائیل مستقیم داشتن تا الان. اگه کسی نمیذاره اینا برن اسرائیل، اسرائیل که نمیذاره اینا برن، کمان که آمریکا نمیذاره، کمان که انگلیس نمیذاره، کمان که اروپا هم تو همین اخبار نمیذاشت، الان یه مقدار باز کرده به خاطر که از بین نرن. ولی اون مخالف خارج از کشوری که الان آمریکا نیاز داره، مجاهدین توش جا نمیگیره. یکی از دلایل اصلی هم که الان آلبانی اینها رو همون موقع مهماندار بود به نیابت، الان هم خدمتشون میرسه به نیابت، کاری هم نمیگه، میگه آقا جان ساکت بشین دیگه، الان نوبت شما نیست، اگر نوبت شد به زنگ میزنم. این نظر من. ممنون. آقای سلطانپور، ما یه زمانی سوال میکردیم مسعود کجاست، الان باید بپرسیم مریم دقیقا کجاست. واقعیت اینه که حالا خب اولین باری هم که اون خبری که توی گردهمایی سازمان منتشر شد و ترکی فیصل گفت مرحوم مسعود رجوی، یه چند سالی میگذره. من میخواستم نقش سعودی رو بپرسم در این وسط چی بوده، چون حالا شما نقش اسرائیل هم اشاره کردید. به هر حال این فرقه یک پشتی داشته که تونسته تا امروز گردهمایی‌های سالانه برگزار کنه، یک پولی جابجا کنه، به هر حال یک پشتی بوده، یک پشت سیاسی بوده. حالا با توجه به چرخش عربستان سعودی، چرخشی که به سرعت هم اتفاق افتاده، آیا فکر میکنید که عربستان سعودی هم در این وسط نقش داره و خالی کردن اون بخشی از اون پشت سازمان مجاهدین باعث شده که این اتفاقات بیفته؟ فکر نمی کنم. ببینید، چون اسرائیلی ها یک باوری دارن، به هیچ متحدی اعتماد ندارن. یعنی تمام کارهاشون رو، مسائل امنیتیشون رو با همه از همه میگیرن، ولی تصمیم خودشون میگیرن. یعنی اصلا میدونن که از این نظر تجربه تاریخی دارن، یعنی به هیچ وجه چیز نمیکنن. گفتم اینا میخوان توی رابطه با آمریکا هم هست، اینا گوشمالیه که برای مجاهدین، برای یک پارچه کردن عربستان سعودی در شرایط فعلی که به ایران نزدیک شده، دیگه نمیاد خودش رو وارد این بحث بکنه. البته چیزی بگن، روایت زیادی داره که مسعود توی عربستان هستش، کسانی بودن شنیدیم که
خانمایی بودن که مال شورای مرکزیت بودن میرفتن اونجا، به قول معروف سیغای مسعود رجبی بودن، ماهی یه بار هر کدومشون میرفتن پیش مسعود رجبی. ولی امکانش هم بخشی از سعودی همیشه حمایت میکرد از سازمان، مشخصا شبکه اینترنشنال که راه افتاد و با بودجه های شیخای سعودی گرد همایی های سازمان رو هر سال زنده مستقیم پخش میکردن. ببینید سعودی که استیت نیستش که واقعا، که سعودی قبیله است، مثلا بن لادن هم وسطشون بود، یعنی اصلا شما یک همه شیخ هم دیگه قبیله یه دیگه، وقتی قبیله یه حالا پادشاه بالاست بنابراین رعایتش میکنن همینجوری، ولی همه تو اون طیفن بنابراین اون مثلا مهمون نوازی رو رعایت میکنن، ولی پول زیاد هم دارن و خرج میکنن دیگه. ببینید که بعید میدونم تو این شرایط فعلی که سلمان این همه هزینه کرده و خب عقب نشینی کرده، چون جمهوری اسلامی در حقیقت برنده شد، چون سعودی ها کوتاه اومدن و به ایران نزدیک شدن، میخواستن ایران رو بگیرن، میگفت آقا دو روزه ما ایران رو میگیریم. بنابراین فکر نمی کنم اینها سعودی ها تو این منطقه نقش داشته باشن. ببینید همونجوری که آقا مسعود گفت، ببینید نکته که هست مجاهدین شما نمیتونی بری یه کشور دیگه، این مجاهدین مریم رجوی از همه کس بهتر میدونه که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون خودش هم مسئول مالی هم مسئول اطلاعاته، خودش میدونه کجا وایساده. ممکنه اونایی که هواداری هستن اونام تازه میدونن، هیچ اتفاقی نمیفته دیگه بابا، دیگه 20 سال چند سال اونجا، از 2003 که عراق بودن 8 سال طول کشید جنگیدن، به اصطلاح که ما از اشتب تکون نمیخوریم، همه جا به جنبت تکون نمیخوریم، گفتیم آقا تکون میخوریم، بگونم خوردن از بغداد اومدن اینجا، فقط اسما رو عوض میکنن، اشتف یک و دو و سه بود مثل ولفج یک و دو و سه، ولی بعدش هم میبرنش یه دیگه حالا اونجا نم آفریقای جایی. ولی ببینید یک چیز رو نباید فراموش کرد، مجاهدین برخلاف اون که بله سنشون بالاست، ولی مجاهدین تو این جریان جنبش اخیر امنیتی های ایران رو دور زدن. ببینید تو جریان تبلیغات امنیتی ایران جا موندن ازشون، این که هوادار داخل ایران ندارن، ولی حاکمیت ایران هم محبوبیتی نداره. آخه ببین تو حاکمیت ایران که مثلا دیگه مثلا حاکمیت امانوئل ماکرون نیستش که بگیم خب یه جنایه برفرض حالا مالی و مترقی حالا راست به نمیدونم گلوبالیست ازش حمایت میکنن، یک سری از مردم چیز حمایت میکنن. ببینید محبوبیت حاکمیت ایران خیلی پایینه، حالا من نمیدونم چند بیشتر است، فکر میکنم 20% باشه، در بهتری شرط 20% باشه، یعنی 80% به قول خود مقامات این سیستم که تازه میخونیم تو روزنامه ها خوشیتون نمیاد. بنابراین هر کسی که بتونه که بذاره که سازمان هم خواه همه نشستن اونجا یه رسیل آدم 24 ساعتی دارن استثمارشون میکنن، میشینن همه بدی های ایرانی ها میگن. ببینید بعد ما ایرانی ها اصولا فکر کنم فرهنگ اون از همه دنیا طلب داریم، از همه، از پدر مادر طلب داریم، از همه طلب کاریم، ما هممون، یعنی قاید فرهنگی ها فکر کنم، و فکر میکنیم که آقا برترین آدم های دنیای مثلا هوشمون بیشتره. مثلا مجاهدین قدیما میگفتن آقا دنیا سر شاخ ما میچرخه، حالا البته هنوز هم ممکنه بعضیشون باور داشته باشن. بنابراین اینها به اضافه یک هدف هم دارن، یک آرمان هم دارن. ببینید شما اینو تصور کنید، اگر توی مجاهدین فعلی به هر دلیلی حالا مریم رجبی مثلا بمیره، خب دیگه اینم که نمیتونن که آقا دیگه مخفیش کنن که دیگه، حالا اینقدر هم عمل جراحی کرده با این بوتاکس اینا، خب حالا بذار که همشون اکثرا سرطان اینا دارن، و مثل همین آقای افشین که بود رئیس دانشگاهی که مسئول ترور بود، خب این بیچاره میدید آدم این همه ترور کرده باشه تو ایران بعدا بر اثر گاز اشکاور بمیری، خیلی بدبخت آدم، یعنی خیلی بدبخت آدم باید باشه دیگه، چون بر اساس قلبش اینا درد میکرد دیگه، بیماری دارن اینا دیگه اکثرشون دیگه، به اضافه که مثلا دستگیر شده هاشون از کس تا دستگیر شدن بین سنشون بینش کسی یک سال تا 74 سال بود، یعنی واقعا چریک های ویلچری هم. ولی ببینید قرار نیست اینو که حتما به جنگن، که ببینید وقتی که باز جنگ رسانی سازمان مجاهدین تو جنگ روانی جنگ رسانی خیلی قویه، اصلا ببینید واقعا خیلی قوی هن. یعنی واقعا شب و روز میکنن، روز و شب میکنن، مثلا تو این 10 روزه فضای مجازی خیلی پاکیزه شده از فحاشی ها. آره مثلا شنیدم مثلا وحید آنلاین نیستش، نمیدونم دیگه نیستن، ببینید شکی نیست، ولی ببینید دوباره میان، ببینید چون سیاست دیگه، یه گروه دیگه بالاخره پیدا میشه میگه آقا دست به اسلحه نبر ببر، شما
دو تا لپتاپ هم داشته باشی بری توی کافی شاپ بشینی میتونی دوباره شروع کنی، نه به اون سازماندهی. به اضافه که مجاهدین منضبطن، ببینید هیچ تشکیلاتی که ما نداریم که اینقدر منضبط باشه. هواداراشون میرن از کشور هنوز بهشون کمک میکنن، کمن ولی کمک میکنن. مسئله این عقیده و باورمندی چیزی که توی رضا پهلویتی ها نیستش دیگه. بنابراین خب یه تهدیدن، به اضافه که هوادارهای سابق اگر اتفاقی بیفته شرایط باشه، یا خیلی از مردمی که تصمیم ندارن به تصمیم گیری نکردن در یک شرایطی که 50-50 باشه چرخش میکنن، یعنی علیه حاکمیت باشه چرخش میکنن در کنار مجاهدین و میسن. ببین مجاهدین ولی الان خودشون هم میدونن تو ایران نیستن. وقتی شما تو ایران نباشی، هر چقدر هم که قوی باشی نمیتونی رژیم رو سردگون کنی. آمریکا و اسرائیل هم میگن آقا اگه شماها با هم دیگه نباشین که نمیشه که آخه مثلا فشار بیاریم به جمهوری اسلامی دیگه، چون خود نیرو هم دیگه خونسا میکنن دیگه. اصلا کمایی که الان همشون با هم دیگه تو تر تظاهراتی که الان میشه با هم دیگه فوش میدن. همین الان قبل از اینکه سایتشون مجاهدین بسته شه یا نمیدونم هک شد یا بسته شد، شعارهای اصلی همین علیه چیز بود دیگه، علیه رضا پهلوی بود دیگه. شعار مثلا مرگ بر دیکتاتوری شاه و شیخ داده علیه رضا پهلوی موضع گرفته بودن. یعنی دقیقا چیز میکنن، یعنی دارن همین دوباره جو و جو مخالفین رو دوباره تشدید میکنن دیگه. بنابراین اصلا نباستی توقع داشتش که اینها به این سادگی تموم شن، چون یک ایدئولوژی هن. ببینید شما اثرات یه فرقه اسماعیلی از که هنوز که هنوز توی ایران ادامه داره، و به اضافه که مردم ایران اپوزیسیونش و حتی حاکمیتش فقط بیشتر دوست دارن آقا جنجال دوست دارن، حاشیه دوست دارن. یعنی کمتر کسی این فکر اینه که واقعا برای کشور بیندیشه، بخواد کار اصولی بکنه، کار جدی بکنه. خب تو کانادا خودمون میبینیم دیگه، خب اینایی که الان دارن ایرانیایی که میان پناهنده‌ها خب زیاد شدن، بعد در حال ما یک سازمانی که حتی بتونه به اینا کمک بکنه نداریم، با اینکه ما میلیون‌های زیادی داریم دیگه. مثلا یکیشون آقای حامد اسماعیلی 30,000 یورو پول کم آورد سر اتوبوس‌های اجاره برلین، و یک گفت کم دارم یکی از این ثروتمندا ایرانی بهش داد. ولی میخوام بگم که تشکیلات نیست اصلا، هیچ نهادی که بتونه ایرانیا کمک بکنه نیستش. یعنی وقتی که به همین دلیل هم میخوام بگم که در داخل کشور مجاهدین به دلیل اینکه از نظر تبلیغاتی خدای خالی بندی و تبلیغات هستن، خطر نه برای اینا، برای هر حاکمیتی خطرناکه دیگه. مردم هم سوال آدمی که حرف درست بزنه نمیرن. این برنامه ما رو بعید میدونم خیلی ببینن، چون هستی برنامه باشیش که آقا به قول معروف آقا لیوان پرت کنن نه پوش بده چهار تا بگن این مردش، اون یکی با قاطعیت میگن آقا ما دیدیم دیروز مثلا مریم رجبی داشت فلان جا این کارو میکرد، هر چی میگه آقا به خدا نمیدونستی. در حال اینجوریه، من بعید میدونم. خیلی بازار شایعات هم داغ بود اتفاقا. یکی از این شایعات این بود که قرار مریم رجبی استرداد بشه به ایران. البته یک اکانتی منتسب به سپاه پاسداران هم توی توییتر فکر میکنم 4 یا 5 شب پیش این خبر رو منتشر کرد، که حالا بعضی ها اومدن گفتن که این اکانت واقعی سپاه نیست. آقای خداوند چقدر این امکان پذیر این اتفاق بیفته که ما ناگهان مریم رجبی رو در صفحه تلویزیون صدا و سیما ببینیم؟ اگه بدوزدنش ممکنه، نه خدا کنه که نشه. ببین در روابط بین الملل بالاخره کسب و کار دیگه، یعنی یه شما یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. الان مثلا صحبت میکردین 60% بیشتر ادامه نمیدی، اونا پولای متوقف شده رو آزاد میکنن. یعنی قیمت مریم رجبی اینقدر بالاست که اینا ممکنه تا غنی سازی رو بیان کنن. قیمتش آره، قیمتش به این لحاظ بالاست. ببین فرض رو بریم بگیر که الان شد، ما الان تو ایرانیم، حکومت ایران دست ما، چه غلطی بکنیم با این؟ یکی از بدترین، من در موقعی که عراق بودم من همیشه صحبت میکنم، میگفتم بدترین کاری که میتونین علیه ایران بکنین این است که این 2,000 نفر 3,000 نفر همین الان سوار اتوبوس بریم ببریم بذاریم تو مرز ایران. حکومت ایران دیوانه میشه، چیکار میخوا بکنی با اینا؟ بگیر همه رو بکن. مریم رجبی حتی الان عراق هم میدونم که یه سری توی ایران بعدشون نمیاد. که ببین همونقدر که آمریکا خوشش نمیاد الان که مجاهدین نمیان و
و خودشون رو پاک نمی کنن و حرفش نمی کنن، ایران خوشش میاد که مخالفش کی باشه؟ مریم رجبی باشه. الان شما بذار من یکی از آخوندهای داخل کشور میگن رضا پهلوی مریم رجبی، مریم رجبی خودش گفته من 12,000 آدم کشتم. اون بدبخت که آدم نکشته که، یعنی تب دادن خود ایران نمیخواد. خود ایران اصلا جدا شده های مجاهدین که میخوان برن اونجا اذیت میکنه که بریم بیرون. نه این مزاحمه، اما مزاحمین خلق که میگن مزاحمترین از همشون مزاحمتر هم مریم رجبی میشه. این نیست، یعنی این همچین اتفاق نمیفته. ولی خب الان آره یه بخشی از ایران هستش که دقدلی داره، یعنی بحث سیاسی نمیبینه. این رو هم میفهمم. یه سری توی ایران هستن بالاخره، چون اینا توی خود نظام بودن اومدن در مورد رفتن کشتن دیگه. کشمیری که از مریخ که نیومده بودش، تو خود داخل نظام بود رفت اونجا کارو کرد. کلاهی و امثالهم همین بقیه شون. بابا مسعود رجبی میخواست بره رفت تو بخواد به من رأی بده میخوام رئیس جمهور شم. اینا از داخل خودشون ضربه زدن، یعنی یه دقدلی ایدئولوژیک علیشون هست که علیه رضا پهلوی نیست. نباید هم باشه، چون رضا پهلوی که با اینا نبوده که، از اول هم مخالفش بود الان هم مخالف. این گفتگوها و این حرفها و این دقدلی سر جاش، ولی اونجا حساب کتاب وقتی که میاد سر کار، ایران برای مریم رجبی نه چیزی لازمه بده نه خواهد داد. دیوانه که نیستن که میام مثلا مریم رجبی بگیریم خب چیکارش کنیم، اعدامش بکنیم تازه بدتر نکنیم چیکارش، یه چیزی میده که نفرستنش. اینجا مشکل اصلا همین الان ما صحبت میکردیم، ببین مشکل برای آمریکایی‌ها درست کردن. شما تو ایران نشستی میگی مریم رجبی بهتره که الان تو پاریس باشه برای اونا مشکل ایجاد کنه، همین که آقای سلطان پور میگفت فوش بده به رضا پهلوی، اون فوشی که اون به رضا پهلوی میده با فوشی که آیت الله خاتمی میده فرق میکنه دیگه. این از تو پاریس داره فوش میده. کسی هم باید دستی بده ایران که اینو نگه دارن همینجوری استخون لای زخم. میگم مجاهدین مزاحمن، حرف گوش نمیکنن. اینا برمیگرده به سابقه شون، یعنی برمیگرده اون کاری که مثلا الان انقلاب ایدئولوژیک و نمیدونم ما بهتریم و بقیه بدترن. جا به جا کردن خوب و بد، خوب اینست که رجوی میگه، بد اینست که رجوی نمیگه، ایناست که باعث همچین شکلی شده. ولی به لازم دو چارتای کن کار احمقانه ایست که داره میکنه مریم رجوی، خودش هم میدونه. ولی این که بخواد اینها به ایران داده بشن به هزار یک دلیل، یه دلیلش این، یه دلیل دیگهش که اصلا برای چی ما الان صحبت میکنیم. ببینید مجاهدینی که الان ببینید با بلکمن رئیس گروه پارلمانتری ایران و اسرائیل، سران لابی اسرائیل بزرگ، یکی از موافقین مجاهدین و اصلا کار اینا رو را میندازه تو انگلیس. الان این مدت نیست، یعنی پارلمان وقتی که برنامه میذاره این دیگه نیست اونجا. قبلا اینا رو میخواست که بهشون کمک بکنه نفراتشون توی اینجا، الان یه مدار عقب کشیده. یعنی یک اجماعی هست که ببین مجاهدین الان دیگه نیاز نیستن، ولی خب باشن. یعنی نمیادم این الان زید مجاهدین که حرف بزنه، اگه کاری هم داشته باشه برشون انجام میده، میگه ولی تو خونتون بشینین، بذارین الان جلو آقای پهلوی باشه، جلو کسایی که تازه اومدن باشن، اصلا اون خانم چی اسمش؟ علی نجات. اون به اندازه تمام 2,000 نفر اینا داره روزانه کار میکنه. خب راست میگم آمریکا، میگه آقا صبر کن بشین خونه، حالا دنبال نمیای حداقل دیگه مزاحمت ایجاد نکن. مزاحمت که ایجاد نکنه چی، تا بهش میگن این کارو نکن میره شروع میکنه شکاف زی شدن، دوباره میره سراغ نو محافظه‌کار مخالفین حکومتی که الان داره حکومت میکنه، با اونا هم کثافت کاری میکنه. با آوردنش الان تو پاریس بشینه، اون بقیه رو اونجا جمع و جورش میکنن تا ببینن چی میشه. تا ببینن. الان ما توی لندن سران چیزایی نمیدونم الاحواز اینا اینجا هست. خب الان نباید کاری بکنه، یه موقع قرار بود کاری میکردن میکردن، در کشوی خودش داره جای میگیره.
این رو به ایران نخواهند داد، بعدا هم حتما بالاخره یه جای استفادهی داره دوباره بیرونش میارن، اشکال نداره. در مرحله کنونی مذاکراتی هست که جدیه، یعنی مذاکراتی که الان آمریکا با ایران داره میکنه مخالفینش هم جدیه. این با بلکمن که من میگم الان توی پارلمان انگلیس داره این ماتحت به زمین میزنه که آقا اگر سپاه رو توی لیست تروریستی نذارین، دو ماه دیگه تسلیحات رو فروشش باز میشه و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون همون چیز گفتم مرحلهش که برسه خود به خود لغو میشه اون تحریم. بیایم از الان اینو بذاریم تو لیست تروریستی که اون بمونه. خب دموکرات ها باش مخالفن، چون میگه خب حالا تو بذار نظر با روسیه و چین میخواد چیکار کنه، دنیا عوض شده. ولی مخالفان این بحث جدی هم. اگه با مجاهدین کار نمیکنه، اگه از اونا استفاده نمیکنه، مجاهدی که استفاده میکنه کار جدی دارن میکنه. شما نگاه کن در مقابل مجاهدین نگاه کن تظاهرات ها و خرجی که میشه روی این که سپاه رو بذاره توی لیست تروریستی. این مهمه برای اسرائیل، این مهمه. الان مجاهدین رجبی چی کار میکنه که مهم نیست، تو اون کشور اصلا درشن باز بسید یا درش قفل کنید. نظر من ممنونم. آقای سلطانپور، اون بیانیه‌ای که خود پلیس آلبانی منتشر کرد از دلیل حمله به کمپ اشرف استی این بود که ما می‌خوایم دسترسی پیدا کنیم به یه سری از اطلاعات و سرورها. چه چیز مهمی داخل اون سرورها و اون اطلاعات از وجود داره که پلیس آلبانی دنبالشه و حالا آلبانی 100% بدون چراغ سبز آمریکا و حالا دیگر کشورها و ابرقدرت‌های جهان نمیتونن چنین کاری بکنه؟ واقعیت اینه که میخوایم بدونیم چه دنبال چه چیزی هستن، چون یک فیلمی هم منتشر شد توسط این ریس پرنده ها که موقعی که پلیس حمله میکنه یک فردی اونجا داره یه سری اسناد کاغذی رو آتیش میزنه. حالا اون اسناد ممکنه از بین بره، اسنادیه که حالا به صورت کلاسیک در آرشیو اونجا ممکنه باشه، ولی این سرورها اطلاعاتی که اگر به دست بیارن چه چیزی میتونه داخلش باشه و آیا روابط رو میتونه فاش کنه؟ حتی ممکنه اون کسانی که امروز در جمهوری اسلامی مسئول هستن، در سیستم هستن، روابطی ممکن بود داشته باشن، آیا اونا رو امکانش هست؟ یا حتی در خود اروپا روابطی که در باب پولشویی ممکنه وجود داشته باشه، چه چیزی هست در این سرورها؟ من فکر میکنم به جرات میتونم بگم سازمان مجاهدین بعد از سازمان امنیت ایران بیشترین داده ها و اطلاعات رو از اقتصاد، فرهنگ، مشکلات ایران، نمیدونم فساد قوه قضاییه، نابسامانی ها، افرادی که مخالفن، جریانات زندان ها، تشکیلات های ارتش، سپاه و اینا رو داره. در حال به اضافه که ایمیل هایی که بین خودشون رد و بدل میشه، هر کسی بتونه به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنه دست بالایی خواهد داشتش. مسلما به ایران نمیدن، ولی دست بالایی خواهد داشت که آقا بتونن فشار بیارن به مجاهدین که در ازاش این کارو نکنید یا بیاین در ازاش. مجاهدین اگه زور زیاد باشه قبول میکنن، یعنی همیشه هم تجربه ثابت کرده که اشکالاتان بازی در بیارن، قول خودشون مقاومت کنن، ولی آخر سر از دست میدن اون امتیازاتشون رو. ببینید من فکر میکنم البته اصلا خود به 13 تا از بچهای مجاهدین از آلبانی آمریکایی‌ها 5 6 سال پیش بردنشون آمریکا، هنوز این بیچاره جوونا هنوز هیچ تاییدیه‌ای ندارن، هیچ فرقه بهشون نمیدن، یعنی بلا تکلیفن. ببینید همونجوری که گفت مجاهدی که تو ایران که خب جایی که ندارن که واقعا، چون خب حاکمیت که اصلا نمیپذیرتشون، جای دیگه هم نمیتونن برن، آدمایی هم نیستن که قوانین اون کشوری که توش میرن زندگی کنن. این دقیقاً همین سیستم همیشه، یعنی شما وقتی میری کشور دیگه بایستی به قوانین اونجا در حال رعایت بکنی، احترام بذاری دیگه، و احترام نمیذارن. اینی که فکر نمی‌کنم که از اونجا اونا تکونشون بدن به دلیل اینکه همونجا باید باشن که به عنوان بتونن سر امتیازگیری سری امتیازهایی از اینو میخوان بگیرن بگیرم. ولی ببینید در کلش نگاهی که من میکنم اینه، ببینید مجاهدین تموم نمیشن، هر دفعه فرقم نمیکنه تا جمهوری اسلامی هست، تا
به نظرم نمیادش که پایه‌هاش الان سست شده باشه، برخلاف این چیزی که مجاهدین تا حالا میگن، اینجوری که مجاهدین تا حالا میگن 6 بار از تهران رد شدن رسیدن نزدیک تاجیکستان الان پاشکند اونجا. ولی کلا مجمعینش اینه که نمیتونن. برای من ببینید همیشه این مسائل که اعدام‌های 60 یا 67 اینا همیشه مسئله است. یعنی جمهوری اسلامی این توان رو نداشته باشه که بیاد اینا رو خودش بررسی کنه که آقا کجای کار اشتباه شد، اونایی که مثلا واقعا تو گناهی نداشتن و دستگیر شدن اعدام شدن و برای آینده، یعنی به قول معروف این کار رو بکنه. ولی موضوع از این طرف دیگه هم هست. ببینید اپوزیسیون ایران هم مثلا حق حاکمیت رو اصولا به رسمیت نمی‌شناسه. یعنی ما همچین چیزی اصلا نداریم. مثلا اون اول انقلاب هم همین بحث شروع شد دیگه، زمانی که هم همین بود. تو شما بالاخره وقتی یکی حاکمیت داره یه حقی هم داره دیگه. حالا جمهوری اسلامی که بر اساس کودتا نیومده بود، که بر اساس انقلاب اومده بود، ولی مشروعیت داشت دیگه. حالا خودش رو همچه رضا شاه کودتا کرده بود، خود پسرش که بر اساس قانون اومده بود، حالا به غیر از کودتای 32 که، ولی کلا یک حاکمیتی رو داشت. منتها خب هیچ کسی رو به رسمیت نمیشناسه. از اپوزیسیون بسیار از روشنفکرای ما به رسمیت نمیشناسن. خب بنابراین مشکل پیش میاد دیگه. اگه شما سیاستمدار مهربانی باشی تو ایران جواب نداره. مردم خیلی رضاشا رو به خاطر این دوستش دارن که چه آدم گردن کلفتی بوده، مثلا این آقا زوری مسئله رو حل و فصل می‌کرد، این تیکه خشونتیشو دوست دارن، نه اینکه مثلا آدمی بوده که دموکرات بوده یا مثلا دانشگاه درست کرده بوده یا یه سری چیزای دیگه رو. این تیکایی که زوریه یا همین الان در مورد ایران میگن اون پس مفسده رو آقا بنداز مثلا اعدامش کنین، در حالی که هم موقع میگن آقا چرا فلانی رو اعدام کردی، آقا یارو آدم پشت بود اعدامش بکنم، قصاص داره دیگه. برفرض این تناقضات رو که ببینید، به اضافه اینکه مجاهدین یا بسیاری از اپوزیسیون ایران اصلا مسئلهشون استقلال ایران، رفاه اقتصادی مردم ایران نیستش که، رفاه اجتماعی نیستش که. چون شما اگه رفاه اقتصادی مردم ایران یا استقلال بخوای که آقا نمیدین پیش دشمنای ایران وایسی و یه کاری بکنی که تحریم‌ها زیاد شه، که مردم آسیب ببینن، که توی تو می‌خوای مثلا با آخونده مبارزه کنی. خب خودش رو می‌دونه. این اصلا تنها مسئله بحث قدرت، اصلا مسئله پارامتر مردم تو این وسط نقشی نداره اصلا توش دیگه. به همین دلیل هم هیچ آینده‌ای نیست. مجاهدین هم تمام نمی‌شن، چون بالاخره هم آدمایی هستن که دوگماتیزمشون رو دارن، یه سری باورها رو هم دارن و پول هم دارن. خب اینا میتونن ادامه بدن دیگه، و تا وقتی هم که حاکمیت نخواد آدرس های عمومی بده، آدرس های درست ریشه‌یابی بکنه به این مسائلشون، این اتفاقات پس حالا این دفعه تمام شد، دوباره اعتراضات دیگه در ایران اتفاق میفته، چون مسائل بحران اقتصادی ایران که حل نشده که. خب دوباره اینا شروع کنند با نمیدونم با یک کامپیوتری کمتر حال مسئله ایجاد بکنن دیگه. چون که ماکرون هم امروز گفتش که آقا این اینترنت اینا خیلی اذیت میکنه، بچه‌ها رو میفرستن جلوی گوله. نه اون حرفایی که واقعا در مورد ایران میگفتن، نه آقا چرا اینترنت رو بستی، خودشون امروز دارن تکرار میکنن. در حال این بحث که جدیه، بحثی که جدیه، ولی من بعید میدونم که توی ایران به این زودی ها شاهد همچین خرد جمعی بین حاکمیت و اپوزیسیون باشیم و بخوان به قول معروف مسائل رو ریشه‌ای حل و فصلش بکنن که استقلال و رفاه اقتصادی اجتماعی و مثلا اعتبار ایران از بره بالا. بنابراین هر اونوری ها میزنن که ریشه اینوری ها رو بزنن، اینوری ها که حال اونوری ها چندان بهایی نمیدن، نمیخوان بفهمن که مشکل از کجاست. این فکر میکنم نظر من صحبت. ممنونم آقای خودمان، نظر شما چیه در رابطه با این سرورهایی که حالا آلبانی مدعی دنبالشه؟ آیا فقط به زعم آقای سلطانپور اینه که مجاهدین رو روش بیشتر کنترل داشته باشن یا نه؟ کنترل که هست، یعنی بر من یه بعد دیگه‌اش رو نگاه میکنم. ببینید شما یه سری مدارکی اونجا هست و رفتن گرفتن آوردن بیرون، اصلا دعوا و اونم که سکته کرده کشته شد، اونم به خاطر این بود، دعوا برای این بودش که اینا رو از بین ببرن یا جاسازی بکنن که کمتر مطالب دست اون پلیس بیفته. پلیس هم که نبود، اگه دیدین توی فیلم ها یه سری ضد شورش بودن که جلوی مجاهدین رو بگیرن، یه سری پلیس بودن که کار قانونی رو انجام بدن، یه سری پشت سرشون بودن که به نظر میاد بیشتر سرشون میشه دنبال چی بگردن، کجا چون حدس میزنن به خیلی جاسازی شده، کجا برن کامپیوتر کیو بردارن
اونا با اطلاعات شب قبلی اونا رفتن وسایل رو گرفتن آورده. امروز آقای ادی راما مصاحبه کرد با اشپیگل. روک گفتش که شما مخالف قرارداد ورودتون به آلبانی عمل کردید تمام وقت و اگر بخواد این کار رو انجام بدید توی این مملکت دیگه نمیتونید باشید. این قرارداد شامل چه بندایی بود آقای خداونده؟ حالا اگه این قرارداد من یادمه اون موقع که نوشتیم تو بغداد نوشته شد، خانم کلینتون از طرف چیز فرستاد، نفر فرستاد، خانم جین لوت از طرف سازمان ملل، این مرده که مال مجاهدین هم اونجا بودش اون امضا کرد، از طرف مسعود رجوی و دولت عراق خیلی امضا کردن اینو. قرار تمام این بر این بودش که اینها میان، میگم اصلا کلمه دی رادیکالایزیشن استفاده شده توش، یعنی زهرکشی. این آدم ها رو میاریم تو آلبانی، آدمشون میکنیم، پخششون میکنیم. آقای سلطانپور الان گفت یه دادوازتشون رو فرستادن آمریکا، که اون اولش که اومد آمریکایی‌ها گفتن ما اول میگیریم اونا رو میگیریم که دیگه زهری ندارن. اینا جوون بودن اگه یادتون باشه آقای سلطانپور، اینا جوونایی بودن که هنوز دوچار این مسائل نشدن. گفت اینا رو من میگیرم که بقیه هم بیان شروع کنن به گرفتن. یعنی قرار بود که اینا پخش بشن تو دنیا و سازمان مجاهدینی نباشه، مثل بقیه که از افغانستان و از لوبیا اینا میان تو آلبانی همین کارو میکنن، تفکیک میکنن اینا رو. ولی مجاهدین به خاطر مسئله تعویض حکومت توی آمریکا خب برگشت. تعویض حکومت، حالا وسط این حرفا میگم، آمریکا ببینید وقتی که حکومت عوض، یعنی دولت عوض میشه، مدیرهای میانه هم عوض میشه. مثلا انگلیس اینجوری نیست، وزیر میخواد بره به وزارت خونه فرض کنید وزارت خارجه یه حرفی رو بزنه، تو وزارت خارجه یه سری هستن میگن نه، یعنی سیویل سرونتی اونجا هست، کارکنانی اونجا هستن که قدرت دارن. تو آمریکا همچین چیزی رو ندارن. یعنی وقتی که دولت عوض میشه، آقای ترامپ با دستگاهش رفت، بایدن با دستگاهش اومد، مدیران میانه وزارت خارجه هم باش عوض میشه. حالا با یه همچین تعویضی که دولت ترامپ اومد، دستگاه رو عوض کرد، برای مجاهدین کمپ رو انداخت توی اونجا. این حالا برگشته. آقای ادی راما اوکی رو گرفته، چون خوشش که نمیومد، قبلش هم خوشش نمیومد. اصلا پولش هم یه بار دوبار گفت آقا این پولی که شما گرفتین که بدین به اینجا که به مملکت که نرسید، ما خواستیم به پولی گرفتیم که اینا رو بگیریم اینجا، از یه خرجی هم کردیم برای اینکه اینا نگردیم. حالا بگذاریم که اینجا مثلا میگه اینجا نمیتونیم بمونیم، که خب مشکلات عدیده داره، نمیتونه جای دیگه بره، جایی که قبولشون نمیکنه، از عراق فرستادنشون خارج 8 سال طول کشه. ولی مدارک رو برگردیم سرش، مدارک توی ایران میگن که یکی رو بردن سر چهار را، گفتن آقا که الان حق تقدم با کیه؟ گفت اول این مزد آبی رد میشه، بعد من رد میشم، بعد هر کی دلش خواست. حق تقدم اینجوریه. الان هم توی اونجا حق تقدم با سازمانهای امنیتی آمریکاست. یعنی این مدارکی که اومده اونجا که دست پلیس آلبانی که نمیمونه که. اونا اول چک میکنن، هر چیز باید حذف بشه، حذف میشه، هر چیز باید برده بشه، برده میشه. بعد احتمالاً داده میشه به دوستان نزدیک، حالا آمریکا و انگلیس تقریباً یکی حساب کنه. میدن به اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا هر چی که حذف کرد میده به دولت آلبانی، آلبانی بعد هر چی خواست استفاده کنه. به ایران که چیزی نمیدن، لازم هم نیست بدن. ولی این مدارک هر کدوم جای خودشو داره. یعنی آمریکا بعید میدونم مدرک به خاطر مخالفت با مجاهدینی که نمیخواد مدرک، حالا اگه چیز در رابطه با ایران باشه مجاهدین قبلا احتمالاً دادن، یعنی مجاهدین اطلاعاتشون از آمریکایی‌ها که مخفی نکردن. ولی چیز مهمی که توی این مدارک برای دولت آمریکا به درد بخور هست، رابطه مجاهدین با نومحافظه‌کاران آمریکاست. یعنی این الان به درد میخوره. یعنی اگه شما الان یه چیزی پیدا کنید بر علیه جان بولتون، خب جان بولتون علیه توافقی که میخواد انجام بشه دیگه خفه خون میگیره. ببین ما الان تو مدارک اینا پیدا کردیم که تو این کارم کردی، کار زیادی هم لازم نیست، مثلا انقدر از پولی که گرفتی 8000 دلار گرفتی، 40000 دلارش اعلام کردی، 40000 دلارش اعلام نکردی، مالیات ندادی.
امکانش هست برای حالا انتخابات آمریکا هم نزدیکه، واسه به منظور استفاده از تبلیغات انتخاباتی هم حتی استفاده کنم، چون اون بخشی حزب جمهوری خواه آمریکا خیلی نزدیک بودن، از مایک پنس بگی تا جان بولتون و پومپو به سازمان خیلی نزدیک بودن. دقیقا همین جاییست که الان دولت آمریکا استفاده داره. حالا تو اینا چی هست؟ حتما خیلی چیزا هست. یه بخشش که حالا بخشای نمیدونم تو توییتر و اینجور چیزا اونا رو کنار، ولی شما همون فیلم رو مثال دادید، ببینید یه سری از مدارک بوده که اینا رو وارد کامپیوتر نکردن، ترسیدن اصلا رو کامپیوتر بیارن، واسه با دست یا با تایپ کاغذی بوده. اون چیزی که شما دارید با کاغذشون می‌سوزونی یعنی همین یه دونه است دیگه، دومی نداره. ولی دور دوم که رفتن، چون من حدس میزدم حتما خودشون هم بالاخره از اول تا آخر دیدن که ببین وقتش تو رفتی دفعه اول، خب همه چیزی که پیدا نکردی، تازه تو این دومیه معلوم شده کجا رو بری بگردی، تازه معلوم شده به کیو بری بیاری باش مصاحبه بکنی. یعنی سر دراز دارد، منتها به آلبانی خیلی رب پیدا نمیکنه، بیشتر میگم به دولت آمریکا رب پیدا میکنه و بعضی هم اطلاعاتی که به درد کسی دیگه بخوره دیگه، اطلاعات کمودیتی دیگه، محصول میاد بیرون، حالا این به اون میده ما بزنش چیزی بیرون بیم، ولی از اونجا شروع میشه. یعنی مهمترین بخشی که الان از این مدارک ریختن روش دارن استفاده میکنن این نیست که ببین رابطه اینا با ترامپ چیش به درد میخوره. به نظر من یه بخشی هم آره ممکنه که مطالبی باشی در رابطه با ایران باشه، بده بسونه ایران بهاش رو بده، بهشون اطلاعات میدن نده نمیدن دیگه، به خورده ریزاش برمیگرده. تا جایی که به خود مجاهدین برمیگرده، مجاهدین دیگه بدون این یا با این چاره جز فعلا نشستن توی اون کمپ و خفقون گرفتن که ندارن. اون تعدادی که لازمه یه فعالیتی بکنن اینا رو آوردن با مریم رجوی پاریس، حالا اینا تو پاریس اطلاعیه بدن نمیدونم فلان بکنن، کاری که معمولا میکنن، بیان نمیدونم جشن بگیرن، هر کاری بکنن. همین تظاهراتی که گذاشتن ببینید دادگاهش رو من دنبال کردم، رفتن تو دادگاه گفتن ما ویلپند میخواستیم نمیخواد، میخواستیم یک روز تظاهرات بذاریم نمیخواد، یک ساعت در این گوشه این میدون به ما جا بدهیم. یه بوده 100 خورده یا بگو 200 نفر اومدشن، ندیدم چند نفر رفتن، بگو باکسیم ها 200 بیشتر نمیشه از آلمان اینام که بیاره. اینا رو ما میاریم اینجا یک ساعت، مخارج حفاظتش هم شرکت خصوصی مورد تایید دولت فرانسه رو اجاره میکنیم که بیاد اونجا وایسه، پلیس هم که میاد اونجا مخارج اون روزش رو میدیم، ما یک ساعت اینجا عکس بگیریم بریم، که احتمالا میگم من ندیدم ولی همین کار احتمالا کرد بیشتر از این که فقط بگیم ما زنده ایم. این ما زنده ایم مخالف خط آمریکا یا اروپا که نیست، اینا نمیخوان بمیرن، که میخوان فعالیت الان نکنن. خب این زنده بودنشون داره زنده هستن، به اضافه اینکه تازه از اون طرف هم ایران به نظر میاد که خیلی سر صدا کرد که ما اینجوری شد و عاقبت نمیدونم منافق اونا اینا گفتن، خب یه مقدار اینجوریش که نه اینا جایی نرفتن، به قول آقای صدامپور هستن اونتا باز در سطحی کوچیکتر. این اسناد مثل ویکیلیکس احتمالاً حالا حاشیه هم زیاد خواهد داشت وقتی بیرونی بشه، به خصوص در آمریکا و به خصوص با نزدیک شدن انتخابات. در خود آلبانی هم حتما خواهد داشت. ببین این آقای پریشا که رئیس جمهور بود اون موقع، الان مخالف ادیراما شده و مجاهدین رو هم داره تشویق میکنه، یعنی باز انتخاب غلط، خودش هم نمیدونست کجا رفته. این حتما مدارک علیه زیاد هست اونجا، کم نباید باشه. خب ادیراما اینا رو خب میتونه استفاده کنه، تو باید صبر کنه اول آمریکایی‌ها بعد بقیه، بعد خب اومده که بقیه هم که به کسی برنامه خوره میدن، خب آلبانی هم استفاده کنه. چرا که نه، حتی شاید پایین تر بیایم به اپوزیسیون خارج کشور هم همینجور. ببین مجاهدین بیشترین ضرر رو به حکومت ایران نزدن، این شخص بیشترین ضرر رو به اپوزیسیون خارج از کشور دادن از روزی که مسعود رجبی اومد به پاریس.
همش حرفش این بودش که این دفعه نمیذاریم انقلاب رو بدوزن. ما اولی الان همه فوش خوار مادر میده و همه مخاطر همینه دیگه. به ایران کاری نداره، میگه ایران که خب باشه، آمریکا باید داره بجنگه، ما که به زورم به ایران نمیرسه. وقتی تموم شد من اولی، بحثش بیشتر از این نیست که دعواش با رضا پهلوی چیه، دعواش با بقیه چیه. به رضا پهلوی که خب چیزی غیر از همون که اون میخواد که نمیخواد، که میگه آقا حکومت ایران سرنگون کنید دیگه با حکومت اسرائیل و آمریکا و هرکی که بیاد برشید. بر علیه اونها هم حتما مدارک زیاد هست که حالا در آینده اگه دلشون بخواد بیرون بدن بهشون خواهند داد، چرا ندن وقتی بیرون بدن. مدارک خیلی سر دراز دارن، از توش خیلی چیز خواهد بیرون. ما هم میشنبیم شد. ممنونم. زمان برنامه هم رو به اتمامه. آقای سلطانپور اگر برای پایان بندی جمع بندی ببینید چند تا نکته هست که ببینید من خواهم بگم که آقای رجبی شما که از تأسیسات زیرزمینی اتمی ایران کشف میکنی، شما که میدونید هم تو شورای امنیت چی میگذره، تو خونه خامنه‌ای چی میگذره، بلد که تو نفهمیدی که آقا پلیس آنفاری داره میاد اونجا بازه خیلی داشتون دیره به پول میده سازمان بشون. بعد نیست بدونید وقتی بچه سازمان رو دستگیر میکنن تو جای قدیم حداقل توی دو موردش سفیر، یعنی یکی از طرف سفارت آمریکا رفته بود تو پلیس و اونجا کارتش رو داد، همشون رو ورداشت بود آورده بود، یعنی صاحبشون آمریکاست. ببینید برای من مجاهدین صاحب دارن. وقتی شما صاحب داری تو معادلات بین المللی دنیا دیگه، وقتی دنیا شیر تو شیره، یعنی دنیا واقعا یکی از بهترین دنیا، بی‌کفایت ترین قد کتله های سیاسی دنیا تو تمام جای دنیا، شما کمتر جایی میبینی که آدمی درست حسابی سر کار باشه و واقعا که منافع مردم و صلح جهانی همه جا رو اسم هم دیگه نبریم دیگه، یعنی همه هم به هم دیگه میخورن. یعنی نمیشه بگید جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم به این سیستم، به این حاکمیت فعلی نظم جهانی میخوره، یعنی دقیقا همه یک سنخ هستن، یعنی به هم دیگه رو توی زبون حرف میزنن در حال که یک جور رفتار میکنن. بنابراین یکشینه که آقای رجبی واقعا سوال اینه، آقا تو رفتی با همه عالم و آدم دنیا تو رفتی رفاقت کردی، یعنی فقط آخونده برد بودن، آقا تو عراق چه زدن تو سرت، آلبانی هم یه زدن تو سرت، خب لام از سب تو ایران میموندی، نه بچه هم نمی بردی بینه، بچه رو به کشتن نمیدادی، دو تا تو ایران میزدن دیگه، یکی آدم بهشون پس میزد دیگه، واقعیتی دیگه، بالاخره ایران کشور خودت بود دیگه. خب آقا من نمیدونم، اینا هیچ وقت نمیخوان این معادلات رو بفهمن و خودشون هم ببین همه‌شون میدونن چه خبره، یعنی هیچ کی راست اونجا پیدا نمیکنی که ندونه که آقا یه شو یه خیمه شب بازیه که آقا به ایران هم نمیرن، همه‌شون هم میدونن، یعنی هیچ کدومشون مهدی عبدشم چی نمیدونم جعفرزاده همه‌شون هم میدونن آقا همونجا خواهند موندش. ولی داستان اینه که واقعا آیا واقعا تو این عقلانیتی میرسه که یه روز اینا برن کنار، مثلا بزن نسل جدیدشون بیان ببینن کجای کار اشتباه شده، حداقل جلوی ضرر بیشتر رو بگیرن، آینده ایران، جوانای ایران تباه نشه؟ بعید میدونم، چون میگم متاسفانه در و تخته تو سیاست خاورمیانه و ایران به هم جور در میاد دیگه، ولی نمیشه هیچ کسی یکی هم که بیشتر باهاتون حاکمیت مسئولیتش بیشتر و میشیتون حاکمیت نیست مسئولیتش کمتر، تقریبا همه در نابسامانی ها بوقی که در این جبهای که به نفع مردم به نفع منطقه نیست همه سهم دارن. در حال امیدواریم که نظرتون درست نباشه، ولی بعید میدونم، یعنی اوضاع خوبی از توش نمیاد. همه اینا که آقا مسعودم گفت این مدارک هم در میاد که مدارک که به مردم منتشر نمی کنن دیگه، میدونی که مدارک رو چی میکنم، میگم ببین مایک پنس تو این کارو کردی، یعنی همش بازگیری از هم دیگه میکنه، یعنی تمسیتی که هست هم به سر مردم بیکلا میمونه دیگه، که واقعا چه اتفاقاتی داره میفته، چه چیزهایی شده، چه پولایی رد و بدل شده، چه مولایی داده شده. حالا امیدواریم امید واقعا استقلال ایران، رفاه بیشتر مردم به ایران و آرامش و صلح و امنیت برای همه دیگه، امیدواریم همه ایرانی بتونن به کشورشون برگردن، برن بیان و این خشونت رو هم یک کمی توش تعدیل کنن و
اول فکر کنن بعدا دست به اسلحه و براندازی ببرن دیگه. اون حاکمیت اصلا اپوزیسیون ایران از قدیم هم اینجوری بوده، اولین چیزی که اصلا اگه مال ما نیست پس باید اینا برن الان ما بیام، نه اینکه کسی دیگه هم بیاد اصلا انتخابو بگیره، نه آقا اینا برن ما میایم. و این خب هیچ کسی هم قبول نمیکنه دیگه، به خاطر همین چرخه خشونت و این سیستم ادامه داره. خیلی ممنون از شما وقتتون گذاشتین آقای مسعود. زنده باشین. ممنون آقای خداوند. شما هم اگر صحبتی دارید برای جنبندی بفرمایید کوتاه، که جنبندیش انشالله یه چند وقت دیگه تا بیاد بیرون بقیه مدارد. یک سوال، یه اتفاق حالا ویژه‌ای هم تو این هفته اخیر افتاد، این بود که تجمع خانواده های اعضای سازمان بود توی آلبانی توی مقابل سفارت ترکیه توی ایران. خب اینو من برای بینندگان توضیح میدم، چون ایران و آلبانی رابطه مستقیم دیپلماتیک ندارن و سفارت ترکیه توی ایران به شکلی حافظ منافع کشور آلبانی حساب میشه. یه سری از این خانواده رفتن با پلاکارد جلوی سفارت ترکیه توی ایران و خواهان این شدن که دولت آلبانی به اینا اجازه بده برن اینها پیگیر کار عزیزانشون باشن. چقدر اون اعضایی که الان هستن داخل کمپ اشرف سد اصلا تمایل دارن که بیان بیرون؟ من این رو چند بار دیدم این مشکل رو، که بدنه سازمان رو ول میکنن خودشون در میرن. الان باز دوباره شده دیگه، الان خانم رجبی در رفته فرانسه، بدنه رو ول کرده تو آلبانی، تو عراق هم همین کارو میکرد، تو ایران هم همین کارو کرد، هر جایی که پاش افتاده این کارو کرد. یعنی ضرر رو باز آقای سلطانپور مردم میدن، بدنه سازمان میده. الان بحث این نیستش که اینا میخوان یا نمیخوان، اینا بعضیشون بالای 80ن، بحث این نیست که آقا اینا نیاز دارن. یعنی آقای ادی راما که خرج اینا رو نمیده پرداکی، خانم رجبی هم که پولار فرستاد داره دخترش رو، دختر برادرش تو فرانسه که فرانسوی هم فارسی بلد نیست، خودش هم که رفت. اینا آخر عاقبتشون بدبختیه، ولی راه حلش هم همون موقع تو عراق و اینجا هم همینه. ببین شما نمیتونی الان اینها رو به جایی برسونی بخوای کمک بکنی الا اینکه خود خانواده هاشون بکنن. یعنی الان هستن خانواده هایی و بعضی دوستانی که حاضرن اینها رو در سن کهولت بپذیرن، خب بیایم کمک کنیم. یعنی همون موقع هم که ما در عراق صحبت میکردیم همین گفتم ببینید تنها جاییست که ایران و آمریکا میتونن با هم دیگه کار کنن، خب بکنید. این کار رو نذارین به این اسمشی که شما اومدین مجاهدین رو درست کنید، بذارین به این اسمش که شما اومدین خیر انجام دادین. یعنی دولت آلبانی اگر این خیر رو انجام بده با اوکی آمریکا و با اوکی اسرائیل، به نفع اونا هم هست. آقا یک کار حقوق بشری انجام بشه، این تعداد 1000 خورده نفری که باقی موندن هنوز نمردن، آخر عمرشون رو تو خونه سالمندان بهتری بگذرانن، این به نفع همه است، به لحاظ سیاسی هم به نفع همه است. این خانواده هایی که توی ایران نمیذارن بیان برن آلبانی، اونجا باید برن گریه کنن، اینا رو اجازه نمیدن، خرج هم نمیخواد بدین که بابا شما دارین همینجوری میلیون میلیون برای هر روز خرج اینا میدین، خرج هم نمیخواد، خرج خودشون میدن. اجازه بدین اینا بیان آلبانی، اگه کسی توی مجاهدین گفت نمیخوام ببینم، خب نبین. ولی ما تو عراق دیدیم که هر کی تونست دید، تو عراق دیدیم که هر کی که فوش میداد داخل سنگ میزد، فوش خوار مادر میداد به مادرش، الان اومده بیرون یا تو خارج از کشور زنگ میزنه به مادرش هر روز، یا رفته ایران داره باش زندگی میکنه، به هر حال برگشته به یک زندگی نرمال. اصلا برای من مهم نیست که اینا چی کار کردن چی کار نکردن، برای خانواده‌شون هم مهم نیست، برای مادر مهم نیست که این اصلا قاتل بوده یا نبوده. آقا بر نگرد ایران، برگرد ایران، هر کی دلش میخواد. خیلیشون هم این آقای سلطانپورن رو در دوازدهشون آمریکا، حالا کاغذ نگرفته ولی ایران هم نیست، اگه خواست بره ایران بره ایران، نخواست همونجا تو آمریکا به کاغذ بمونه، هر چی. یعنی این وضعیت اسفناک رو نذاریم همش اسفناک تموم شه. این به نفع همه است، به نفع ایران هست، به نفع آمریکا هست، به نفع من و رفقام هست، که این تعداد رو آخر عمری بذارین بهش رسید، جلوی رسیدگی رو نگیرین.
حالا این که نمیخواد یا میخواد بحث، حالا به نوعی بجوی مغزشویی بگی یا هرچی بگی، بحث اینه که من یادمه یکی از این دوستان ما رفت خارج از کشورم هست، رفت برادرش رو توی آلبانی ببینه، گفت من در میرم، گفت این کارو بکن این کارو بکن، نگو که منو میدونی میشناسی. خب باش، رفت اونجا، بعد میگفتش اومد، گفتم من تو نمیام تو بیا بیرون. اون اوایل اومد بیرون، سه نفر هم باش بودن. گفتن این سه نفر کیان؟ اینا با تو بیان بیرون خب میرم هتل. گفت آره اینا رژیم اینجا وایساده آدما رو میدزده میبره تو زندان، بعد شکنجه میکنه میکشه تو آلبانی، از تیرنا میدزده میبره ایران شکنجه. این طرز تفکر طرف توی آلبانی ندیده که بذار مادرش با این حرف بزنه، اگر گفت نمیخوام نخوام، مشکل اونجا نیست، مشکل این نیست که این بدونه که هنوز خانوادش دنبالشن بعد از 40 سال، بدونه که نباید بخواد، لازم نیست بره ایران، بدونه که اصلا این حرفا تو کار نیست. این موضعی است که من پیشنهادم، اگر اون موقع تو عراق فعالیت میکنم، من تو آلبانی فعالیت نمیکنم، اگر امکانش باشه آمریکایی‌ها باید این رو به جون بخرن، اصلا بیان خودتون ببرینش، ما این میخوان ایران رو اذیت کنین، حکومتشو بیان خودتون اینا رو ببرین، بگی اینا بیان ترکیه، شما سوارشون کنین ببرینشون آلبانی، بذارین کارشون رو بکنن، بذارین برن ملاقات بگیرن. بعدم من خودم میام حاضرم هر جایی بگم که آقا خدا پدرتون بیامرزه، شما کردید، دولت آمریکا این کارو کرد، سفارت آمریکا این کارو کرد، سفارت اسرائیل این کارو کرد، کار خیره دیگه، چیز که نیست که، بحث اطلاعاتی نیست، بحث چیز نیست. این نظر منه. اون خانم رجبی هم که خب خدا بگم چی کارش نکنه، اصلا انگار نه انگار که این کمپ مال اینا بوده، انگار نه انگار که این توی آلبانی بوده، برای در رفته رفته فرانسه، من جشن میگیره و بزرک میکنه و فلان و اینا، یک کلمه نمیگه چی، یا من یه عمر اینا رو برداشتم سوء استفاده کردم، نذاشتم زندگی بکنم، الان ولش میکردم تو بیابونای آلبانی رفتم فرانسه به جهنم. این آدمه، اون که مرده زنده است معلوم نیست، اینم که زندهش دارو نداره، این بدبخته رو گرفته رفته توی فرانسه و خوش میچره. خب این وسط اگر یه سیاست، اگر یک مشاور سیاستی، سیاست مداره آمریکایی این رو جلو ببره و پیش ببره، به نفع همه است، بیشتر از همه خود آمریکایی ها میتونن از این استفاده بکنن. یعنی تمام اون گذشته ای که آقای مجاهدین اومدن، نمیدونم رامسفلد رفت براشون، نمیدونم اینا تحویل صدام داد، صدام، همه اینها با این یک کار برمیگرده، رابطه رو بهتر میکنه، رابطه رو که به تاثیر یک کار حقوق بشری انجام شده دیگه، تو تاریخ مینویسن یک کار انسانی انجام شده، یک کار شده، آره درستی انجام شد، اینم دولتی بودش که انجام داد، خدا پدرش رو بیامرزه. به نظر من ممنونم آقای خدابنده از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید، همچنین آقای سلطانپور ممنونم از هر دوی شما و از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.